الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الله على سید الانبیاء و بحث در تقسیمات شرطیه منفصله بود تقسیم اول شرطیه منفصله تقسیم به عنادیه و اتفاقیه بود تقسیم دوم تقسیم به حقیقی و غیر حقیقی بود تقسیم حقیقی و غیر حقیقی ناظر به این بود که گاهی عناد میان دو امر منفصل به گونه است که نه قابل اجتماع اند و نه قابل ارتفاع این قسم را منفصله حقیقیه نامیدند و گاهی این عناد و تعاند میان این اجزا به است که قابل اجتماع نیستند ولی قابل ارتفاع هستند و گاهی به عکس این صورت دوم یعنی قابل ارتفاع هستند ولی قابل اجتماع نیستند و گاهی به عکس این صورت یعنی قابل اجتماع هستند ولی قابل ارتفاع نیستند این سه قسم از اقسام منفصل است اما قسم دوم که منفصله مانعت الجمع بود این اونجایی بود که قابل اجتماع نبود ولی قابل ارتفاع بود بنابراین اگر دو امر منفصل با همدیگر قابل اجتماع نباشند و قابل ارتفاع باشند می شود منفصله مانعت الجمع بنابراین قید منفصله مانعت الجمع یک قیود مرکب قابل اجتماع نیستند و قابل ارتفاع هستند و چون این قید قید مرکبه شامل سه مورد میشه مورد اول جایی است که قابل اجتماع نیست ولی قابل ارتفاع هم نیست که این همون منفصله حقیقی است بنابراین اینجا عکسی منفصله حقیقی است همان گونه که در جلسه قبل هم توضیح دادم صورت دوم اونجایی است که قابل جمع باشد و قابل رفع نباشد قابل جمع باشد چون مرکب ینتفی به انتفاع اجزایش مرکب این بود که قابل جمع نیست قابل رفع هست بنابراین اگر یکی از اجزا نبود منفصله مانعت الجمع نیست حالا این یکی از اجزا قابلیت اجتماع باشد یا قابلیت ارتفاع یا هر دو بنابراین اگر قابل اجتماع باشد قابل ارتفاع هم باشد چون قید مرکب در واقع موجوده منفصله مانعت الجمع این بود که قابل اجتماع نیست قابل ارتفاع هست حالا قابل اجتماع هم هست قابل ارتفاع هم هست هم قابل اجتماع و هم قابل ارتفاع چون یکی از اون قید منتفی است بنابراین اینجا هم منفصله در واقع سالبه مانعت الجمع صورت سوم اونجا است که قابل جمع باشد و غیر قابل رفع یعنی جمع میشه رفع نمیشه چون تعریف مانع الجمع در واقع امر مرکب بود اینجا یکی از اون قیود در واقع منتفی است بنابراین قابل جمع هست ولی قابل رفع نیست که این میشود منفصله مانع الخلو یعنی سلب منفصله مانع الجمع گاهی مساوی است با منفصله حقیقیه که نه قابل جمع اند و نه قابل رفع چون در واقع منفصله مانعت الجمع قابل جمع نبود ولی قابل رفع بود بنابراین اگر قابل جمع نباشد و قابل رفع هم نباشد منفصله مانعت الخلو نیست و در واقع پس می شود منفصله منفصله حقیقیه اگر این که مانعت در واقع مانعت جمع نیست ولی مانعت الخلوه باز هم این می شود در واقع سلب منفصله مانعت الجم سلب منفصله مانعت الجم صورت سوم اونجایی است که هم مانعت الجمع نیستند و هم مانع رف نیستند مثالی هم که مرحوم مصنف میزند میزند تنها برای صورت سومه یعنی اونجایی که هم قابل اند و هم قابل رفع مثال برای دو صورت دوم نمیزند در واقع مثال مثال به اخص نه مثال به مساوی مثال به مساوی برای سالب اگر بزنند باید سه تا مثال بزنند که یک مثالش منطبق می شود بر منفصله حقیقیه مثال دوم منطبق می شود بر مانع الخلو مثال سوم منطبق می شود بر اون جایی که هر دو قید منتفی باشد هر دو قید منتفی باشد یعنی قابل اجتماع هم است قابل ارتفاع هم هست بنابر این منفصله مانع جمع شامل چند مورد میشه سلبش در واقع شامل چند مورد میشه که یک موردش منطبق میشه بر مانع الخلو یک مورد منطبق میشه بر منفصله حقیقی یک مورد منطبق میشه بر اون که هم قابل جمع و هم قابل رفع این از در واقع منفصله مانع الجمع و اما کاربرد منفصله مانع الجمع کجاست میفرماید منفصله مانع الجمع در موجب اونجایی است که ما تصوری جمع میکنیم یعنی کسانی ممکن است از روی اشتباه و خطا به این گمان باشند که این دو امر قابل اجتماع هستند شیع واحد هم میتواند علت باشد و هم معلول حالا علت و معلول در ممکنات جمع میشه ولی در امور دیگر قابل اجتماع نیست مثلا مثالی که ایشون میزنند مثال کلامی که پیامبر هم میتواند معصوم باشد و هم میتواند غیر معصوم باشد و هم پیامبر یعنی پیامبری و در واقع گرفتاری در گناه و خطا با همدیگر قابل اجتماع است یعنی هم می تواند شخص پیامبر باشد و هم غیر مسئولی از گناه و در واقع گرفتاری گناه باشد گرفتاری خطا باشد یک مثال کلامی بسیار معروف است که از سابق رایج بوده میانه منطق به اصطلاح متکلمان که آیا پیامبر گرفتاری گناه میشه یا گناه نمیشه و در واقع پیامبر معصوم است یا معصوم نیست این اختلاف دیرینه ای کلامی است حالا خیلی ها معتقدند بر اینکه که پیامبر میتواند غیر معصوم باشد یعنی یک شخص هم میتواند پیامبر باشد و هم گرفتاری گناه اما خب بسیار دیگری از اون سو معتقدن که این منفصله منفصله مانعت الجمع نمیتوان پیامبر را تصور کرد که هم پیامبر باشد و هم گرفتار گناه و هم غیر مسون و غیر از گناه و خطا بنابراین کاربرد منفصله مانعت الجمع موجب است که توهم اجتماع می شود دو امر منفصل با همدیگر دیگر می تواند جمع شود برای رفع این توهم از منفصله مانع الجمع استفاده می کنیم می گیم ممکن نیست که در واقع این دو امر با همدیگر دیگر جمع شود و منفصله مانع الجمع سالم اونجایی به کار می رود که به عکس موجبه کسی توهم تنافی دو امر می کند اونجایی که شخصی تصور می کند که این دو امر با همدیگر قابل جمع نیست اونجا اگر او چون این تصوری بکند میتوان از منفصله مانعت الجمع سالبه استفاده کرد و گفت که تهافت و تنافی حقیقی میان این دو امر نیست این دو امر قابل اجتماع هرچند قابل ارتفاع نیستند اما قابل اجتماع هستند مثالی که مرحوم مصنف میزند برای جاییست که هم قابل اجتماع است و هم قابل ارتفاع مثالشون اینه که شخص واحد بیت واحد بیت واحد میتواند هم در واقع محل امامت باشد و هم محل نبوت یعنی پیامبر و نبی می تواند از یک خاندان باشد از یک خانه باشد اهل یک خانه هم می تواند پیامبر باشد و هم امام اینجا کسی ممکن است توهم کند که چنین امر ممکن نیست مثال سالبه این است که لیسه این گونه که یک بیت واحد یا بیت امامت باشد یا بیت نبوت یعنی این دوتا قابل اجتماع نباشند بلکه قابل اجتماع هم قابل اجتماع و هم قابل ارتفاع یعنی بیت واحد هم می تواند محل امامت و نبوت باشد و هم می تواند محل هیچ کدام نباشد بسیاری اکثر مردم این که خانه هاشون نه در واقع ربط به امامت داره و نه ربط به نبوت بنابراین در صالبه اون جایی به کار میره که کسی توهم استحاله اجتماع میکند اگر استحاله اجتماع را توهم کرد میتوان از صالبه منفصله مانعت الجمع استفاده کرد قسم سوم از منفصله منفصله مانعت و منفصله مانعت الخلوف دقیقا اون است که کسی توهم در واقع ارتفاع میکند یعنی این دو امر با هم دیگر قابل اجتماع و باید جمع بشن اونجا قسم سوم منفصله منفصله مانعت الخلوه منفصله مانعت الخلوه برعکس منفصله مانعت جمعه یعنی صدق هر دو ممکنه ولی کذب هر دو ممکن نیست یعنی اگر ما تصور کنیم در واقع دو تا امر منفصل را که اینها با همدیگر قابل جمعن این می شود منفصله مانعت الجمع اما قابل ارتفاع نیستن مانند مسئله علت و معلول اشیا یا علتا یا معلول قابل اجتماع است هم شیء واحد می تواند علت باشد و هم معلول بسیاری از موجودات ممکن این گونه هستند که هم علتند و هم معلول اما قابل ارتفاع نیست که شیء نه علت باشد و نه معلول شی یا علت است یا معلول نمیتوان تصور کرد شیعی را که نه علت باشد و نه معلول بنابراین منفصله مانعت الخلو و موجبه به این معناست که اجتماع اینها ممکنه ولی ارتفاعشون نشاید به تعبیر دیگر اناد میان عدم های این دوتاست یعنی وجودهای اینها با همدیگر دیگر تعانود ندارند وجودها با هم دیگر جمع میشه علت و معلول با هم جمع میشه ولی عدم علت با عدم معلول جمع نمیشه اگر جای عدم علت بود عدم معلول باید باشد اگر جای عدم معلول بود عدم علت باید باشد قابل اجتماع نیستن و اگر بیاییم این موجب را عکس کنیم در واقع حکمشم برعکس میشه چون مانعت الجمع مانعت الخلو و موجبه اجتماعشون ممکن ارتفاعشون نشاید در سالبه ارتفاعشون شاید ولی اجتماعشون نشاید برعکس در واقع موجبه این صورت سوم از قضیه است که روابط میان اونها میان این اجزا از سنخ انفصال مانعت الخلوه و عبارت رو تطبیق کنیم تا برسیم به بعد یک قسمتی از متن منفصله مانعت الجمع باقی مان و تستعمل مانعت الجمع فی جواب من یتوهم امکان الاجتماع بین شیعین استعمال می شود منفصله مانعت الجمع در جواب کسی که توهم امکان اجتماعی بین دو شیع می کند یعنی تصور می کند که دو شیع با هم دیگر می تواند قابل جمع باشد در چنین مواردی که امکان اجتماع در واقع میرود و تصور میشود که این دو شیء با هم دیگر قابل جمعند اونجا میتوانیم از منفصله مانعت الجمع استفاده کنیم کما یتوهم حالا این مثاله که مثال کلامی هم هست کما یتوهم که ان الامام یجوز ان یکون عاصیا لله تعالی امام یا پیامبر میتواند عاصی باشد فیقال له یعنی شخص هم امام باشد و هم عاصی هم پیامبر باشد و هم غیر محسوم. فیقال لین شخص که اما ایکون این شخص میگیم که این شخص یعنی همین شخص یا امام یا پیامبر اما ایکون اماما او آسیا لله تعالی یا امام است یا آسی در برابر خدا یعنی امامت با در واقع معصیت قابل جمع نیست نمیتوان شخصی را هم امام دانست هم پیامبر دانست و هم غیر معصوم از گناه گرفتاری خطا و اشتباه بدانیم این دوتا با همدیگر دیگر قابل اجتماع نیستند که و معناه این است که ان الامامت و الاسیان لا یجتمعان با همدیگر جمع نمی شون. و این جاز ان یرتفعا قابل ارتفاع هستند شخصی نه امام باشد و نه معصوم مانند بسیاری از افراد به ان یکون شخص واحد لیس اماما و آسیان فی, ها ها هازا فی موجبه این در قضیه موجب است و فی سالبه و اما فی سالبه فتستعمل فی جواب من یتوهم در قضیه سالبه برعکس موجبه اونجا در جایی به کار می رود که کسی گمان کند توهم کند استحاله اجتماعی شیعین را تصور کند که محال است دو امر با همدیگر جمع شود من یا توحم مانند کسی که توهم کند امتناع اجتماع نبوت و امامت را فی بیت واحد یعنی از یک خاندان نمیتوان هم امام داشت و هم پیامبر امامت و پیامبر در بیت واحد قابل اجتماع نیست فیاقال این شخص که لیس این گونه نیست که اما یکون البیت الواحد فیه نبوت او امامه این گونه نیست که بیت واحد در او یا امامت باشد یا نبوت یعنی یا امامت یا نبوت این گوننی سلب کردیم این در واقع منع جمع را منع جمع را سلب کردیم سلبش عرض کردم سه صورت داره ولی مثالی که ایشون میزنه به اونجا است که هم قابل اجتماع و هم قابل ارتفاع لیس این یکون البیت الواحد فيه نبوتون او امامه و معناهو که ان النبوه و الامامه لا مانع من اجتماع ما فی بیت واحد از اجتماع این دوتا در بیت واحد مانعی نیست یعنی محال نیست که بیت واحد هم محل امامت باشد و هم محل نبوت یعنی هر دو از یک خاندان ممکنه ارز کردم که این مثال مثال به اخصه است که هم اجتماع شاید و هم ارتفاع شاید در حالی که منفصله مانعت الجمع را تعریف مرکب کرد که قابل اجتماع نبود ولی قابل ارتفاع بود و این مرکب با انتفاع هر یک از اجزا منتفی می شود سه مانعت خلوب منفصله مانعت خلوب و, و هیه ما حکم فیها به تنافی طرفی ها است که حکم شده به تنافی دو طرفیش یا عدم تنافی هر دو منتها کذبند یعنی هر دو قابل ارتفاع نیست تنافی داره کذب هر دو ارتفاع هر دو تنافی داره عدم هر دو تنافی داره نه وجود هر دو لا صدقن به معنی انه لا يمكن ارتفاعهما ارتفاع هر دو ممکن نیست که هر دو نباشد اگر یکی نبود اون یکی حتما وجودش باید باشد اما و یمکن اجتماعهما هر دو می تواند موجود باشد فی الاجاب وجود هر دو با همدیگر تحافت و تنافی ندارد و یمکن ارتفاعهما ولا یمکن اجتماعهما فی سلب اما در صالبه برعکسه یعنی برعکس موجبه مثال الاجاب الجسم اما یکون غیر عبی از این او غیر اسود عرض کردم که این مثال دقیقا همون مثال است که برای صالبه چیز مطرح شد به نحوی برای صالبه مانعت الجمع مطرح شد این مثال همون مثاله مون تا اونجا سالبه بود اینجا موجبه که الجسم این ما یکونه غیر ابیز این او غیر اسود جسم یا غیر ابیز یا غیر اسود غیر ابیز و غیر اسود در واقع قابل ارتفاع نیستند ولی قابل اجتماع هستند مانندی زید و عمر اگر زید و عمر در شیء واحد در شخص واحد قابل اجتماع نیست شخص واحد نمیتواند هم زید باشد و هم عمر اما اگر او را تبدیل به زید کنیم بگیم غیر زید و غیر عمر شخص واحد میتواند غیر زید و غیر عمر باشد تقی باشد نقی باشد اینجا هم دقیقا غیر ابیض و غیر اسود این گونه است ای انهو لا یخلو من احدهما این خالی از احد ها نیست و این اجتماع و هر چند هر دو با همدیگر قابل اجتماع نحوی این ما یکون الجسم فیلما او لا جسم یا در آب یا غرق نمی شود در واقع جسم یا در آب یا غرق نمی شود اینجا ارتفاع هر دو نشاید ولی اجتماع هر دو شاید شی هم در آب باشد و هم غرق نشود مانند این که مثلا شنا بلد غرق نمی شود ولی ارتفاع هر دو نشاید ارتفاعش به اینه که جسم هم در آب نباشد و هم غرق بشه همچون شخصی نمیتوان تصور کرد که او هم در آب نباشد و هم غرق بشه در خشکی که آدمی غرق نمیشود بنابر این ارتفاع هر دو نشاید این مثال دوم را که میزنند به دلیل اینه که این مثال در منابع منطقی خیلی رایج و شایع برخلاف مثال هایی که خودشون مطرح میکنه و نوعا هم مثال های ابتکاری است فانه فا يمكن اجتماعهما اجتماع هر دو ممکنه که یک شخص هم در آ... دریا باشد و هم غرق نشود ولا به يكون في الماء ولا يخلو ولكن لا يخلو الواقع من احدهما واقع از احد هر دو خالی نیست لامتناع لا يكون الجسم في الماء و یغرق چون ممتنع است که شخصی جسمی هم در آب نباشد و هم غرق بشه مثال سل سلبش لیس اما یکون الجسم ابیز و این ما یکون اسود این گونه نیست که جسم یا ابیز باشد یا اسود اینجا در واقع اجتماع هر دو نشاید یعنی جسم نمیتوان هم ابیز باشد و هم اسود اما ارتفاع هر دو شاید یعنی برعکس موجبه و معناه این است که ان الواقع قد یخلو منهما ارتفاع هر دو شاید گاهی جسم نه سفید است و نسیا و این کانالای اجتماعان اما هر دو با هم دیگر جمع نمیشد و عمل. حالا در کجا استعمال میشه موجبه در جای استعمال میشه که کسی در واقع تصور میکند که اموری خالی از به اصطلاح این انفصال مثلا شیء نه علت است و نه معلول برخی از اشیاء علت و معلولند ولی در عالم اشیاءی هم داریم که نه علتند و نه معلول اگر کسی چون این توهمی بکند میتوانیم از منفصله مانعت الخلو استفاده کنیم در موجبه و تستعمل مانعه الخلو الموجبه فی جواب من یتوهم در جواب شخصی که توهم کرده گمان کرده امکان ان یخل الواقع من الطرفین امکان این که هر دو طرف در واقع واقع خالی باشد از هر دو طرف یعنی نه این طرف انفصال باشد و نه اون طرف انفصال در واقع می توانیم یک امر را تصور کنیم که هیچ یک از این دو طرف منفصله بر او صادق نیست کما یتوهم که انه یمکن ان یخلو الشی خالی باشد شی از این که یکون و علتن و معلولن اشیایی هستند در عالم که نه علتن و نه معلول چون این توهم اگر بکند ما میتوانیم از منفصله موجبه مانعت الخلو استفاده کنیم فیقال این شی کل شی این لا یخلو اما یکون و علتن او معلولا این گونه به اصطلاح نیست هر شیعی این گونه است که یا علت یا معلول یعنی نمیتوان تصور کرد شیئی را که نه علت باشد و نه معلول هرچند میتوان شیعی را تصور کرد که هم علت است و هم معلول و این جاز ان یکون شیء واحد هر چند جایز است مجاز است که شیء واحد علتا و معلولا معا هم علت باشد و هم معلول علت لشه علت لشیء و معلولا لشیء آخر علت برای یک چیز ولی معلول برای چیزی دیگر در واقع نسبت به یک امر علت و نسبت به امر دیگری معلول و اما سالبه منفصله مانعت الخلوف سالبه کجا به کار میره این فتستعمل فی جواب من یتوهم اون جایی به کار میره که کسی گمان کند که ان الواقع لا یخلو من الطرفین واقع خالی از طرفین نیست مانند منفصله مانع الجمع مونتا اون در موجبه بود این در سالب است که لا یخلو من الطرفین یه یتوهم انحصار و اقسام الناس مثالی که میزنن یک مثال نسبتا بکر و جدید است و اون اینه که آیا عقل و دین با همدیگر جمع میشود یا نه یک وقت این بحث بحثی نظری و تئوریک که اجتماعی عقل و دین که در واقع عقل و نقل با هم جمع می شود یا نه یعنی دین را می شود اخلانی کرد یا نه و گاهی این نسبت به شخص مطرح می شود اونجایی که می گیم شخص یا دین داره یا عاقل یعنی نمی شود شخصی را تصور کرد که او هم دیندار باشد و هم عاقل به تعبیر دیگر اشخاص یا دیندارن یا عاقل اگر دیندار بود عاقل نیست اگر عاقل بود دیندار نیست بنابراین اجتماعی شخصی دیندار عاقل ممکن نیست اگر کسی چنین گمانی کند که میان عقل و دین به اصطلاح جمع نمی شود نمی توان شخصی را تصور کرد که هم عاقل باشد و هم دیندار در قبال این شخص می توان از منفصله سالبه منفصله مانعت الخلوب استفاده کرد این گونه نیست که شخص لزوما باید یا دیندار باشد یا عاقل بلکه می توان تصور کرد شخصی را که هم دیندار است و هم عاقل لذا می فرماید کما یتوهم حصار و اقسام الناس فی عاقل در انسان عاقلی که لا دین لهو دین ندارد و یا دین لا عقل له یا آدمی دینداری که عقل ندارد فیقال این شخص لیس الانسان این گونه نیست که الانسان اما ایکون عاقلا لا دین له عاقل باشد اما بیدین، دین او دینن. دیندار باشد ولی لا عقل له این گونه نیست یعنی این منفصله مانعت خلوب و سالمه در واقع رفع تهافت می کند رفع تنافی می کند این تنافی تنافی نیست که قابل اجتماع نباشد بلکه این دوتا قابل اجتماع هن. بل یجوز ان یکون شخص واحد شخص واحد هم عاقل باشد و هم دینا معن هر دو با همدیگر جمع بشه بنابراین ما می شخصی را تصور کنیم که هم عاقل است و هم دیندار این در منفصله مانع الخلوف سالبه خلاصه حرف این شد که اناد و تهافت میان اجزای منفصله گاهی بیگونه است که نه قابل اجتماع اند و نه قابل ارتفاع این می شود منفصله حقیقیه گاهی بگونه است که این تهافت و تعاند میان وجود هر دوست یعنی هر دو با هم دیگر جمع نمی شود شیع واحد نمی شود هم سیاه باشد هم سفید شیع واحد نمی شود هم عادل باشد هم فاسق شخص, شیء شخص واحد نمی تواند، هم مجرد باشد هم متعهل اما گاهی این تهافت بگونه است که عدم این دوتا با هم دیگر تهافت داره وجود هر دو تهافت ندارد دیندار و عقل داشتن با هم دیگر ندارند اما بگونه ای نیست اما بگونه ای است که سلب هر دو نبود هر دو با هم دیگر جمع نمی شود این گونه اگر اگر این گونه باشد که عدم یکی موجود باشد عدم دیگری نمیتواند موجود باشد عدم دیگری صادق نخواهد بود بلکه ناگزیر وجود دیگری صادق خواهد بود یعنی عدم این یکی با عدم اون یکی قابل اجتماع نیست ولی وجود هر دو قابل اجتماع بنابر این، این اناد و تحافظ گاهی به منفصله حقیقیه منتهی می شود و گاهی به منفصله غیر حقیقیه منفصله غیر حقیقی می شود مانعت الجمع و مانعت الخلو و هر یک یا موجبند یا سالبه منتها این تقسیم آیا ناظر به انادیه و اتفاقی هم هست یا نه معمولا منطقدانان میان اول منفصله رو تقسیم میکنند به حقیقیه مانعت الجمع و مانعت الخلو و سپس میان تقسیم میکنند به حقیقیه و در واقع عنادیه و اتفاقیه یعنی این سه قسم دوباره تقسیم میشن به این که انفصال میان اینها گاهی عناد است و گاهی از باب اتفاق و گاهی موجبن و گاهی سالبه اینها اقسام است ولی به حال مرحوم مصنف این تقسیمات را در طول همدیگر مطرح نکرده در عرض همدیگر مطرح کرده یعنی به یک اعتبار گاهی انفصال میان اجزا انفصال ذاتی است و گاهی اتفاقی در تقسیم دیگر روابط میان این به اصطلاح اجزا گاهی بگونه است که نه قابل اجتماع و نه قابل ارتفاع گاهی بگونه است که قابل اجتماع نیستند و گاهی بگونه است که قابل ارتفاع نیستند این تمامی تقسیمات بود که برای شرطیه ها و حملیه ها تا اینجا بیان کردن یک سری تقسیمات دیگر باقی مانده که انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء